به نام مقدس‌ترین واژه ها، به نام خدا. دوستان درود بر شما. در مبحث استارتر، دوستان گرامی، استارترها به نوعی شرایطشون به گونه ای هست که در یک مکان نامی قدرتمند که نزدیک محل سکونتگاه باشه، حالا اگر برج نگهبانی هم داشته باشه میشه نور علنور. ببینید، ما اینجا قبری رو داریم، ببینید کاملا مشخص هست برآمده. یک قبر دیگه اینجا کاملا مشخصه، این هم تجمعی هستن که این هم یک قبر دیگه است. اما ببینید این تک سنگی هست که دقیقا، دوستان عزیز، ما اینجا یک قبری رو داریم. خب حالا ما اگر بخوایم این قبر رو ابعادش رو بگیریم با دازینگ، الان بنده نشونتون میدم که به چه نحوی بایستی ابعاد این قبر رو بزنید. خب من گروه خونی منفی هست، این یک قبر باستانی کاملا مشخصه، این یک سنگ، این یک سنگ، و دازینگ رو میبریم هر قسمتی که بسته شد. بله ببینید اینجا میشه دیواره قبر، برمیگرده اینجا میشه یک گوشه قبر، این یک گوشه قبر، و دقیقا اینجا میشه یک قبر باستانی. خب حالا این استارتر ما کاملا مشخص هست که به صورت سنگ هست. علاوه بر این که ما استارتر هامون به صورت سنگ هست یا به صورت چین سنگی، یک مورد خاص دیگه هم نشونتون میدم. این مورد خاص دوستان عزیز یک گودی هست. ببینید منطقمون قدرتمند، بسیار نامی، عالی. چرا؟ چون در مجاورت پیر هست. خب همین گودی، ببینید این میشه یک استارتر. پس ببینید در انتهای اینجا سطح زمینه، این قسمت گودی هست، در انتهای همین گودی ببینید اینجا این میشه نقطه نهایی. نقطه نهایی رو با دازینگ بخوایم بزنیم، ببینید کاملا دوستان عزیز این میشه نقطه نهایی ما. پس ما در مبحث استارتر علاوه بر این که تک سنگ رو داریم، علاوه بر این که چین سنگ رو داریم، یا علاوه بر این که ما ببینید تک درخچه هایی رو داریم در منطقه قبرستانی که در پایین دست پیر هست، اینجا هم گودی هست. درون این گودی دوستان گرامی میتونه هدایایی رو داشته باشه. به صورت چی؟ استارترمون به صورت یک گودی اینجا نمود پیدا کرده. مورد دیگه دوستان عزیز ببینم اینجا چه خبره. اینجا هم بله، اینجا هم یک گودی دیگه، که البته همیشه این گودی ها شرایط به گونه ای هست که همه فکر میکنن به صورت انگار که اینو مثلا 10 سال پیش 20 سال پیش این رو باز کردن، در حالی که اصلا به این شکل نیست. و این یکی از استارترهای بسیار بسیار عالی ما هست، منطقه قدرتمند، نامی، و در مجاورت ما دوستان گرامی در این قسمت ما یک برجی رو داریم و تپه مخروطی، قلعه باستانی، چشمه، تک درخت باستانی، که همه اینها نشان از یک مکان قدرتمند هست. و ما حتی تک سنگ هایی رو داریم به صورت مکعب، که یک تک سنگ رو من اینجا نشونتون میدم. متاسفانه شرایط به گونه ای هست که یک سری کارهایی در این قسمت انجام شده و محیط از حالت بکری خارج شده. ببینید این هم یک تک سنگ دیگه که میتونه یک استارتر باشه. و ببینید جهت قبور این قبر هست، یک سنگ، و این یک سنگ. جهت قبور دوستان گرامی
خلاف جهت قبرهای فعلی هست که منطقه رو قدیمی ها به عنوان منطقه جبرنشین میدونستن و قدیمی ها به این منطقه میگن منطقه جبری. در هر حال دوستان گرامی، در مبحث استارترها اگر کمی چشمانمون رو باز بکنیم و با دقت منطقه رو ببینید، استارتر رو ببینید، فکر میکنید این گودی شاید مثلا 5 سال پیش، یا اصلا این گودی شاید فکر بکنید طبیعی هست، اما اصلا به این شکل نیست. و این هم دوستان عزیز یک قبر هست که اگر بخوایم بزنیم، با دازینگ بزنیم، ابعاد این قبر ببینید، کاملا ببینید ابعاد قبر کاملا با دازینگ مشخص میشه و این ابتدای قبر و این هم انتهای قبر هست و در پایین دست اون این گودی هست که بارگذاری دقیقا در انتهای همین گودی انجام شده. ما سنگ های دیگه ای رو در محیط داریم به صورت تک سنگ که هر کدوم از اینها دوستان عزیز گویای یک سری از رموز و اسرار باستان هست. توصیه‌ای که به تک تک شما خوبان دارم این هست که اگر در یک محیط باستانی تشریف آوردید، دوستان عزیز اگر در یک محیط باستانی تشریف آوردید، دازینگ فراموش نشه. دازینگ یکی از ابزاری هست که کاوشگر رو به موفقیت میرسونه. خب ببینید این سنگ های دیگه هم ببینید، این سنگ ها به جهت ردیف بودن میتونه یک حریم یک منطقه ای رو نشون بده. حالا میتونه اون حریم اقلیم باشه، میتونه حریم یک مکان مقدسی باشه و با توجه به نام محیط، با توجه به زنجیره اسامی، شما میتونید تشخیص بدید که محیطتون قدرتمند هست، محیطتون قدرتمند نیست، محیطتون نیایشگاهیه، محیطتون دعاگاهیه، محیطتون باستانیه، محیطتون بارگذاری شده است. هر کدوم از اینها دوستان عزیز اسرار و رموزی رو با خودش داره. و این هم یک تک سنگ دیگه در یک محیط نامی، بسیار عالی. پایین دست پیر دوستان گرامی ما قبرستونی رو داریم و یک تک قبری که این تک قبر به صورت 4 طاقی با سقف گنبدی هست به نام قلی، که قلی شخصی بوده مورد وثوق و اعتماد پیر که تارک دنیا بوده و به نوعی یک شخص مذهبی بوده که قبرش پایین دست پیر هست. و ببینید ما 2 سنگ رو داریم در کنار هم دیگه. حالا اگه نزدیکتر بشم ببینید ما اینجا یک تک سنگی رو داریم، ببینید اینجا هم 2 تا سنگ. هر کدوم از اینها دوستان گرامی به ما اطلاعات و اطلاعاتی رو میده که بایستی با شناخت منطقه، با دونستن نام مکان بتونیم به موفقیت برسیم. خب در این قسمت هم چشمه‌ای رو داریم، تپه‌ای رو داریم، تپه باستانی، درختچه‌هایی رو داریم که بسیار بسیار قدیمی و باستانی هستند. برای اینکه کلیپ طولانی نشه همه شما رو به اهورای پاک میسپارم، در کلیپ‌های بعدی در خدمت شما عزیزان خواهم بود. لایک و سابسکرایب یادتون نره. امضای خدا پای تمامی آرزوهاتون، مهرتون جاوید و روزگارتون وصل امید. حق نگهدار.